خب امروز من میخوام رسیدی ویدیو درست کرده بودم راجع به دختر صحبت کردم که دخترها خیلی لوس شدن دخترها خیلی بد شدن خیلی از پسرها سو استفاده میکنن اذیت میکنن بعد چند تا خانم نوشته بودن که من زن ستیزی دارم میکنم میخواستم با تو صحبت کنم راجع بهش به نظر من دختره امروزی ام، چون که جنریشن قبلی یعنی مام باباها و مام بزرگای ما خیلی ننه آدشته سرویس میشد به بچه هاشون یاد دادن که آقا پا نده مثلا نذار مرد سوار چه نکن چون مردا حروم زدن از این حرفا از اون ور پسرام خودشون دیدن که مثلا بابا خاله مامان هر سرویس میکنه خب چرا مثلا به مامان زور میگه اینا یعنی پسرها خودشون نچرالی آروم شدن دخترام نچرالی نه نچرالی ترینی از طریق مامباباشون گرگ شدن خب بعد مرد همچین احساسی دارم و بعد فکر میکنم که مثلا 90 درصد دخترا همشون پتیارا یعنی فقط میخوان یه پسر رو ده پیدا کنن دهنشو سرویس کنن و اگر یه پسر تا وقتی که بتونه پروواید کنه باشه برسونه اون پسره قابل قبوله ولی به محض اینکه پسر نتونه برسونه یا مثلا کار خوب نکنه پسره رو خانومه میذاره میره تو نظرت چیه؟ من دروغ میگم چرا اه... چقدر دروغ میگم؟ من فکر کنم شاید هفتاد درصد آدم ها اینجوری باشن دختر فکر نمی کنم سی درصد من میگم نوت حتی نه من میگم سی سی؟ خب با کجا که این آدم نمیبینه یعنی چون تو خونن نمیام بیرون دختر خوبا نمیبینیشون یکیش اینا تو که بیرونی اصلا خوش لباس پیدا کردیم برات همسایه دیزاین زنیزت پلیس. اینجا هم گشته شد کشه ارشاد ویل نمیخواد بکنه من نمیدونم من نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته ما طرف حراست اومدن تذکر دادن گفتن که میخوای یوتیوب نوندی می رایت کنی واسه چون نمیخوایم بزنیم بالای 18 مجبور شدیم که خود لباسا رو عوض کنیم دیگه خوب. من به خاطر حفظ اسمت و تهارت یوتیوب هم که شده مجبور شدم تم به اجابه اجباری بابا من بابا مامایتو میبینم و چجی تو چی تو, تو چه روی تو چه تو نگاه کنم میگن دختر ما رو بولی دختر دور می من از این کار نمیکنم. آقا حالا بگو ببینم من واقعا از این موضوعم تو الان یه داستان داری واسه من تعریف کنی که دوستا دهن پسر سرویس کرده باشه یا برعکس یه پسر دهن دختر سرویس کرده باشه همه تو زندگی صلح و صفا بوده هر کی هر کی نه، کرده نه خیلی واقعا مایند نکنم تو رابطه یه مردم که مثلا ببینم دختره چه جوری بوده هیچ کی یعنی حرفو باور نمیکنه دور راست میگه این مگه فزول نیست فوزولم خیلی من فوزولم من اصلا این ازاست پیرشه مثلا تو پرده رد میشی ساعت 3 میلیون پرده باز میشه نه به خدا خیلی فوزولم بعد دیدی من هم دیگه هم بسته نمیشه تا بری خونه یه خب دیدی منم دیگه برو تا تا میری خود در میبندی مثلا 30 ثانیه هم وای میسی که برنگی بعد بسته نمیشه پرده وای <laughs> وای <laughs> <laughs> وای نه خیلی فوزولم اصلا در این که خیلی فوزولم اصلا هیچ شکی نیست یعنی از صد هزار فوزولم خب ولی واقعا تو رابطه ملت مایند نکردم اصلا خیلی خیلی بیزنس هم نبوده خب پس تو رابطه ها دخالت نمی کنیم تو نه. همه چی دیگه آره دیگه, دیگه تو همه چی <laughs> خب الان چرا بزن... من... الان چرا فیلم بزن... دختر من از زن... من انقدر زنن شدن چرا همش من هر دو خیلی دیدم داره از یه پسر سو استفاده میکنه ببین این مقدار خیلی زیادی اصلا به اجتماع و اصلا وضعیت امروز کلا همه یه. یعنی کلا کره زمین به نظرم برمیگرده خیلی بحث طولانیه که چرا الان خیلی از دخترها گرگ شدن خب خیلی هاشون شاید به خاطر مسئله مالی بوده خب چرا اونوریش نیست چرا تو مثلا نمیبینی یه پسر داره مثلا بخوای پول داره میزنه چرا اینجوری نیست آف کورس که اینجوری است بگن شوگر مامی در نمیومد که کو کو شوگر اسمش از این نی خدا اسمش از وجود نره خیلی چیز اسمشون هست هست تو کو ما نی ما من یه دوست دارم یعنی نمیدی تو باور کنی چقدر آدم آدم خوشگله یارو به نیلو نشون دادم گفت میشناسم یعنی مثلا ندید میدونست کیه این شوگر ماما نداره از شوگر ماما وجود نداره تموم شد یعنی سینگل هم هست الان مثلا 35 سالش هنوزم هنوزم سینگل هر یه سال توی رابطه هست میده رابطه سنگین هم رابطه مرد رابطه هم هست کارم میکنه چجور این شوگر ماما نداره من نمیدونم الان جواب چیه که به خوشگل ترین پسر که ما میشنسیم شوگر ماما نداره یه بار تو تا رابطه که داشته توی 20 سال گذشته که همش مثلا بریک اپ کرده یه دفعه نبوده که یهو ما ببینیم یارو نشسته توی یات مثلا دارن کن... من توی یونان داریم میریم جزیره های قناری با عشقم من سکوت میکنم من کم با... دیگه نه بابا اینا همش داستان به جون مامانم مثلا دختر پولدار بره به یه پسر حال بده شاید یه هفته مثلا ببیننش بگه مثلا یه دونه کفش مثلا گوچی 1700 میخرم بیا شب ترتیب منو بده اینا میتونم ببینم ولی اینکه مثلا یهو ببینتش شه من میخوام این پسر رو موفق کنم من میخوام بیارم زیر بالا پر خودم عمرم من هم چیزی توی خانم نمیبینم تو میبینی مثلا مامانت همچین کاری بکنه نه من میگم دیگه مثلا کی همچین کاری گفتن من اصلا نمیبینم من واقعا نمیدونم چه جوری من فکر از ابتدا اصلا همین جوری بوده اصلا رفتی به جنریشن الان از نمید. ابتدا چی چه جوری بوده هیچ دختری هیچ مردی رو اینجوری لایک like ساپورت نمیکرده مثلا هیچ دختری ببین حتما خب همه چی هست من که دارم 100 درصد 90 درصد صحبت میکنم ولی من تو پسرا من خیلی مثلا بیشتر میبینم که مثلا نایسترن ترن مثلا س... مثلا میگم وقتی توی رابطه اگه من دختر به من بگی که من بدم میاد مثلا میای خونه چک میزنی تو گوشه من دیگه چک نمیزنم تو گوشش ولی اگه به دختر بگی من بدم میاد چک میزنم تو گوشش یه جوری یه چکر رو میزنه که قابل چیزم باشه مثلا داره جنس داره برمی یه کیسه رو میندازه شق میزنه تو گوشت میگه من چون داشتم کار میکردم امروزم خیلی خسته بودم اصلا در رفت ولی خود تو صورت یعنی یه جوری اون کونو میده لجوا زنداخ در یکیش این خب این اینو مثلا نمیفهمم خب حیس من که به تو گفتم از چک خوشم چرا یه جوری فرمیدی که به من چک رو بزنی بعد بهونم بیاری <تص> فکر می‌کنی کنم به هر شیش ماه هم یه مشکل امروز سر خوردم چک زدم بهت اومدم بپرم بغلت میخوام اشتباهی چک خوردی من این موضوع نمیفهمم چرا اتفاق میفته این واقعا نمیتونه کوئنسیدنس بشه من با صد تا دختر که دوست بودم اینو دیدم با هزاران دوستام هم, هم که دوست خریدم دیدم توش این کارو میکنن یعنی وقتی میفهمن یه چیزی ناراحته حتما میگن بعد تو دعوا زاده میشین تو دعوا فقط میخوان یارو دیسترو کنی هر چیز بدی که از یارو داری تو دعوا میاری بالا دروغه یا حقیقت حقیقت ولی من دارم خودم به شخص سعی میکنم رو خودم کار کنم آره میفهمم کار میکنی درمت گرم ولی این که دیفالت اینه چرا آره دیفالت اینه دیگه نمیدونم شاید به خاطر اینکه همیشه از ابتدا گفتن که زنها ضعیفن نمیدونم اینقدر زدن تو مثلا ته مغزشون این بوده که فلان الان دیگه حالا یه ذره میدون بهشون دادن حالا یه ذره در... نه که میدون داره. حالا یه ذره داره به حالت طبیعی تر برمیگرده نمیشه گفت میدون دادن چون مثلا کی میدون داده کی اصلا اینجا که مساویه تو ایران مثلا من میدون بدن Basically. مثلا تو افغانستان هیچ میدونی وجود نداره مثلا میفهمی اینو میفهمم که آره من در راجب به که آزادن یا مثلا اون گروهی که ما تو ایران باشو میچخنیم اون زنایی که ما بودیم مثل زنه اورج ایران که نبودن یا عین که مثلا تو فرانسه زندگی میکنه بزرگ شده و رفتار میکنه اونا ولی بازم هب... همین جوری بودن اصلا نه اونا اینجوری بودن آره. چون اون یکی باشه میگه آقا این مثلا فرق داره ازیتش میکنه بی فرهنگی داره ازتش میکنه بی سوادی هر چیزی که منفی میتونی بخوای پیدا کنی بذار روی آدم دلیل بگی ولی اونا که تو رفاه بزرگ میشن و همین من چرا یه دختر وقتی تو دعوا میخواد خاره یارو رو بگاد به که مثلا من و تو داریم دعوا میکنیم در دل... این که با هم دوست پسر دوست دختریم چون هم دوست داریم الان یه مشکلی داریم دعوا تو مغزه پسر اینه که این مشکل رو حل کنه دعوا تو دختر موقع دختر اینه که من الان در بازه هر گوی میخوام بخورم بعدا میگم خب دعوا بود دیگه تو دعوا که حلوا نمیدن مثل اینکه مثلا دعوا بشه با مش بکومم تو صورت دماغت پخش دعوا بشه ببینم دعوا بود دیگه تو دعوا میخوای بغلت کنم یه پسر این کار بکنه میره زندان ولی دختر میتونه خار مغز پسر رو بگاد هیچ نو هیچ نو هیچ جوری نیست میتونی ثابت کنی که آقا داره خار مغز منو میگاد تو الان فیزیکی داری منو هرت تو داری منتالی منو هرت میکنی من میتونم فیزیکی تو رو هرت کنم ولی من مجبور خودمو بگیرم ولی تو جوری خودتو نمیگیری اگرم کاری بکنم من میرم زندان تو هیچ چیزی نمیتونی ثابت کنه مسخره تام میکنه آقا دهنم گوید او ناراحت نشو گوتو لوس نیستیم به جون تو من میگم شما یه موجودت مثلا ایول وحشی قوین. بابا اکونشون بچ آدم میاد بیرون من یه بار میگم تو انم تو فرانسه گنده بود 22 سال پیش هنون یادمه هم دردش و هم بوش و هم همه چیشو رو یادمه میدونی چی میگم من خالم که مثلا یه ما پیش فوت کرده اون یادم نمیاد چه چه بود هنون شما تای قوین مثلا مثلا بعد دو سال از نمد ق... آب شیر میگیریم مثلا همین داریم <تصفح> خب من یعنی چرا این قدرت رو توی محبت استفاده نکنیم چرا چون ببین اگه مثلا نفر اول گفتم دختر بعد، دومی رو گفتم کس خود سومی رو گفتم مثلا روز بعدی داشت چهارمی یه چیزی پنجمی ولی به روخه صد و گفتم که خب آقا اینا رو ریپیت نه. بعد چرا اینجوریان چرا مثلا چرا همه دعواها به وحشیگری و تنفر و اینا تموم میشه در حالی که مثلا باید باسه حل کردن موضوع باشه و مثلا توی زنا تو ازدواج میبینم که مثلا شوهراشون رو خیلی اذیت میکنن هی مثلا تیکه میندازن مثلا فلان اینو خرید اونو اینو خرید تو نمیتونی مرد نیستی بعد مثلا میفهمم مثلا تو مشکل داری یه بار مثلا در 6 ماه سه ماه یه سال به شوهر مثلا میگی آقا من خیلی دارم میخواد میخور خونه بهتر کنیم چه راهی هست بکنیم امکان داره مثلا من برم کار کنم تو کار بیا بیرون یک بریم درس بخونی بعد مثلا بری فلان کار بگیری اینو میفهمم ولی اینه که یارو مثلا هر مثلا دیدم ها که هر روز به شوهرش گیر میده که ریدم تو این زندگی چه دستخره ما من خونه میخوام اینو میخوام اونو میخوام بعد فردا بعد فردا بعد فردا خب یه خانوم نمیتونه بفهمه که این کارو کردن با یه مرد چقدر اینو میتونه ناراحت کنه چقدر اینو میتونه از همه چی عقب بندازه چه سودی خانوم تو این میبینه که این کارو میکنه من فکر کنم عاقل نیستن دیگه یعنی آخه نه آخه سیاست آدم باید داشته باشه یکم فکر کنم اتفاقا اگه فکر عاقلن دیگه چون الان خانومه دارن میبرن دیگه این تو الان مثلا کن و یه چیزی میخواستم بگم نمیتونم بگم به دارن نمیبرن من همه دوستام هنوز سینگل <تصح> <تصح> خب نه سینگله که سینگله خب پسر سینگل من دو سینگل من اونو دارم سابقم که میان تو رابطه وقتی من توی رابطه من همیشه دیدم پسرا خوشحال نیستن تایده تایید نه مثلا یکی از دوستام دارم میگم 95 درصد دوستام تو رابطشون خوشحال نیستن یعنی وقتی مثلا ما میریم با هم پوکر بازی میکنیم چون من 15 تا پسر جمع میشیم هر کی تلفن زنگ میزنه دوست میگه فاک خب من خودم واقعا نوعی مسخره من میشه میکنم میگن تو لوسی مثلا میریم مثلا مسافرت من هر روز صبح که خوابم شب زنگ مامانم بعد زنگ بابا بعد زنگ رو هر روز خوشحالم هستم که زنگ بزنم بهشون بعد همیشه میگم تو تو دیوونه چقدر تو خانواده‌ای چقدر تو بچه ننه ای ولی خب من این ریختیم هیچ وقت نشده یه دونه دیگه دوستان ببینم این کارو بکنن من تلفن میذارم میگم آخ جون دیگه به نظر شما وقتی دختر هستین اینجوری میشه مثلا دوست پسر زنگ میزنه خوشحال میشه میگه آخ جون پویاجی زنگ میزنه آره من آره خب میگم, خب میگم پسر اینو ندارن پسر این مثلا 9 از ده ناراحت چون من فکر میکنم که پویا داره اینو خب الان که نمی دیوونه من بزنم تو همچین سوراخی الان ولی من دوست که آدمای زیادی آره دیدم مثلا میگم مثلا شاید 100 150 نفر آره. تو مدل متفاوت دیدم. دیدم. هر وقت زنگ میزنه میگه اه و میگم خب چرا باید این اه باشه آره. شما با هم که خوشحال باشین دیگه چرا یه نفر خوشحال نیست همیشه بعد انقدر رو ریپیت اینو دیدم میگم که آقا این داره یه موضوعی میشه که واقعا اصلا همین دیگه دو میگن دقیقا. همه سینگل به خاطر همین دیگه واقعا همه خستن دیگه. واقعا باید یه ذره همدیگر باید درک کنن واقعا درک دختر همیشه به نظر من اتفاقا باید بیشتر باشه توی رابطه به خاطر اینکه همونطور که گفتی زن قدرتمنده و فکر میکنم که زن باید رابط بیشتر رابطه رو به دست بگیره منظورم مثلا از سختیهاش و سنگینیش و اینا نیست منظورم این کنترل کردنشه من فکر میکنم که اگه یک زن رابطه رو تو دست بگیره اتفاقا اون رابطه خیلی بهتر جلو میره خب مثلا مثال میتونی بزنی مثلا یه مثال بزن مثلاً... که مرد تو رابطه باشه یا زن ببین مثلا اگر که یه مثلا دوست پسرش یا مثلا شوهرش نمیتونه مثلا یه چیزی که واقعا زنه احتیاج داره رو الان فراهم کنه به نظرم زنه بگذره از چیزی که میخواد اون لحظه حداقل نه اینکه برای همیشه اون لحظه حداقل برای یک مدت حالا کوتاه یه هفته یه ماه هر چقدر که فکر میکنه که میتونه منیج کنه این قضیه رو و سعی کنه تلاش کنه کنار دوست پسرش یا شوهرش اون چیزی که میخواد رو فراهم کنه نه که اون براش اینو فراهم کنه به خاطر اینکه این اگه برعکسم بشه اینجوری سنگینی از روی زن هم برداشته میشه دیگه بیسیکلی درسته سو so, اگر که یا... این کار کنن مثلا به نظر من خیلی جواب میده مثلا یه جا که داره داد میزنه پسره مثلا دختره بگه اوکی به جای که دختره شروع کنه از گذشته بگه و نمیدونم گذشته رو بیاره like... ف... واقعا فاک گذشته آقا من نمیفهمم واقعا آره یه جوری هم یادتونه یه با الفبت میره ام ای تو اپریل خیلی واقعا سوجین من به خدا بعد یه زنه حافظه پاکجه... مدتشونو اگر که ام... چیز کنن تو پکیج خوشگله کیوت بیان بعد مثلا کارتون ها دیدی یه کرکتر کوچولو دارن مثلا تدی بره بعد شاق و شب چشای قرمز بیاد همه میزنه این طوری هم در